به نام خداوند یکتا و درود بر شما به محور خوش آمدید. معاون یونما در افغانستان میگوید اگر مسئله آموزش دختران حل شود، تعامل افغانستان با جهان را بیشتر خواهد ساخت. مارکس پوتزل در سخنان افزوده که زنان حق دارند تا در اجتماع شرکت کنند و حق کار برای آنان داده شود. پیش از این امارت اسلامی گفته که مسئله بانوان در افغانستان از مسائل داخلی کشور است و نهادها و کشورهای دیگر نباید در این باره دخالت کنند. معاون یونما در کابل میگوید که حکومت کنونی افغانستان باید در اسرع وقت محدودیت ها را در برابر بانوان بردارد. در غیر آن سایه بر روابط افغانستان با جامعه جهانی وجود خواهد داشت. مارکس پوتزل میگوید که اگر محدودیت ها در برابر بانوان برداشته شود، جامعه جهانی احتمالا تعامل با افغانستان را تقویت خواهد کرد. آنان باید اجازه دهند زنان در زندگی اجتماعی شرکت کنند. اگر این اتفاق بیفتد، می توانم تصور کنم که افغانستان دوباره به جامعه بین المللی ملحق خواهد شد و کمک کنندگان بین المللی نیز در مورد تعامل با افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. رعایت حقوق زنان در افغانستان از شرطهای جهان برای برسمیل شناسی حکومت سرپرست پنداشته می شود. اما آگاهان مسائل سیاسی می گویند اگر شرطهای جهان پذیرفته شوند، چالش‌های کنونی حل خواهند شد. در افغانستان مشکلات داخلی دی، سیاسی دی او پا امارت پوری اړه لري. امارت باید کوشش بکی چې د افغانانو سره یو مشترک ژبه پیدا کی، د افغانانو سره یو ډایالوګ پیل کی، بیا کېدلای سي چې خارجان هم د دوی سره تعامل وکی. هرچند امارت اسلامی در این باره چیز نمیگوید، اما پیش از این افزوده است که مسائل بانوان از مسائل داخلی کشور است و کشورهای جهان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. وزارت خارجه پاکستان به این باور است که تعامل با حکومت سرپرست افغانستان برای پیشبرد منافع مشترک جهان مهم است. وزیر خارجه این کشور می افزاید که پاکستان و ژاپن با تلاش های مشترک خود می توانند به ایجاد یک افغانستان با ثبات و امن کمک کنند. اما دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می گوید امارت اسلامی خواهان روابط خوب با تمامی کشورهاست. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با همتای ژاپنیش در توکیو درباره مسائل افغانستان گفتگو کرده است. برخی از رسانه های پاکستان گزارش دادند که بلاول بوتو زرداری تعامل صبورانه جهان با حکومت سرپرست افغانستان را در بخش های امنیتی و حفاظت از حقوق زنان برای کشورهای منطقه و جهان مهم میداند. پاکستان یو بار بیا ذکر کرده چې طالبان اسلامی مرسته تعامل هم جاری وي او دغه د مسلو د حل یوازنی لار هم ده چې تشویشونه کداغي لري. همزمان با این رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر میگوید که امارت اسلامی خواهان روابط نیک و همکاری مثبت با کشورها بر اساس منافع کشور است. افغانستان د اسلامی امارت حکومت یو ځبکنی واقعیت دی. په ټول هیواد حاکمیت لري، د چا په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او ټول هیوادونو سره د خپل ملت د ګټو په اساس مثبت اړیکې غواړي. موږ د ټولو هغو بیانو، ویناوو او موقفونو ستاینه کوو چې د دغو ټکو تایید پکې شوی وي. از سوی هم برخی از دیپلماتان پیشین و آگاهان مسائل سیاسی نقش کشورهای منطقه در پایان رساندن انزوا و تامین امنیت در افغانستان را مهم میدانند. دوی کول هم سیچه دی افغانستان دی انزوا دی ختم دلو او داست دی ثبات پراوستلو که او استاتو که اغیز بودنی. ما امیدوار هستیم که این حرفایشان ناشی از همون سیاست های دو جانبه و سه جانبه کشور پاکستان نباشد و با واقعیت به حرفایشان وفادار بمانند. این در حال است که تا اکنون امارت اسلامی از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت ها و نهادهای دیپلماتیک شمار از کشورها در کابل باز هستند. همراه هستیم با مهمانان برنامه، آقایان سید ذکرالله هاشمی آگاه مسائل سیاسی، آقای قاضی اسلام الله مسلم آگاه سیاسی اینجا در استودیو و آقای دکتر میرویس قیاسی آگاه روابط بین الملل هم که از طریق اسکایپ وصل هستن. عرصه مهمان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی به بحث. اگر اجازه بدین ما با آقای قیاسی بحث را آغاز بکنم. آقای قیاسی سلام به شما، بسیار خوش آمدین به بحث. پاکستان ظاهرا ثبات در موضع‌گیریش در قبال افغانستان نداره. این بار وزیر خارجه این کشور گفته جهان باید از تعامل صبورانه در برابر حکومت سرپرست کار بگیره. در نشست شانگهای هم نخست وزیری این کشور گفت که جامعه بین المللی باید به طور دوامدار و معنادار با طالبان وارد تعامل شوند. فکر میکنین که شنیده شوه این صداها و ترغیب شوه جامعه بین الملل برای تعامل بیشتر با حکومت سرپرست؟
با عرض سلام به شما بینندگان عزیز و گرامیتان و مهمانان گرامی. ممنون. پاکستان هم در سیاست داخلیش هم در سیاست بیرونیش یک کشوری سه قطبی است. حکومت پاکستان است، حکومت ملکی پاکستان می باشد، نظامیان پاکستان و استخبارات پاکستان می باشد و قدرت تکمیلی ایالتی پاکستان می باشد. بله. اینها در سیاست های مخفیشان هماهنگ هستند با هم، اما در ظاهر مسئله با هم جدا کار میکنند. از نگاه سیاست استخباراتی و نظامیشان، اونا سیاستشان در برابر اداره سرپرست در کابل ثابت است. او متغیر نیست، از چند دهه است، سه دهه بیشتر به این طرف، او سیاست ثابت است، یک استراتژی معین است رو عمل میکنند. چی است؟ بماند در سیاست خارجیشان. در سیاست خارجیشان اینها ثابت نیستند، متغیر هستند نسبت به حال و هوای چند جریان در دنیا اینا عمل بکنند. یک کشورهای منطقه از اینا در فتاهایی که با ایران هستند و چین هستند و ارتباطاتی که دارند، یکی آب و هوای دهنی از اینا را میبینند. در مسئله ثانی آب و هوای دهنی کشور کمک‌کننده های خلیج برای خودشان ببینند که سعودی است و در اون جمله ترکیه هم میآید و امارات است، قطر است، کشورها که با پاکستان همیشه کمک بالا میکنند و سوم هم همو ساپورتر های بین المللی یا قدرت های جهانی را مثل امریکا و اینا را در رابطه با سیاست پاکستان، و میخاطر این سیاست از اینا ثابت نمیباشد در سخنگویی و روابط خارجیشان و همچنان در مواقفشان، ولی مواقف استخباراتی و نظامیشان در رابطه با نظام افغانستان از ده ها سال پیش این ثابت است و هم یک گاه استراتژیک و عقب جبهه یا هم استراتژیک پاکستان که افغانستان بباشد. ولی آقای قیاسی، میدانیم که در همین اواخر حداقل مقام های پاکستانی هم صدا با دیگر کشورها خواست هایی که مطرح بوده به عنوان پیشر برای تعامل امور زمزمه میکرد. میدانیم که این کشور بارها ادعاهایی را مطرح کرده که در خاک افغانستان گروه های حضور داره، از اینجا جهان ممکن تهدید شوه، اما حالا هم وزیر خارجه و هم نخست وزیری این کشور میگه که باید تعامل معنادار و صبورانه در برابر حکومت سرپرست در افغانستان از سوی جهان عملی شود. حالا به چی معناست؟ چرا یک چطور فکر میکنین یک چنین دیدگاه را حالا تبارز میت از خود؟ و شرایط و زمانی فعلی برای فرشاد ایجا و میره بکنه که تیر تیگاه در بکنه و همی یک معما را مصیب کنه گویی. یعنی سیاست این تعامل صبورانه چی معنا؟ بر اسمیت بشناسن صبورانه چی معنا؟ تعامل چون از اینکه هست بیشتر بکنن، صبورانه به این معنا که منتظر باشن احکام و عوامل را که طالبات و منصه اجرا در افغانستان گذاشتن و از نگاه خودشان اسلامی است و از نگاه دیگه جهان اسلامی و انسانی نیست، آیا این صبورانه به این معنا که یعنی اینا را نادیده بگیرن، از این با چشم کوت و تسامح بگذرن، یه هر چیز تعبیر شده میتونن، ولی غالبا تعبیرشان همین که صبورانه به این معنا که کارا را که اینا بکن در مقابل از این عصبانیت احساسات نشان ندید که و امارت و اداره سرپرست هم هر روز زیکی دنیا یک بیانیه، یک تحریم، یک قدمنامه برای از این را که صادر میکنه، اینا یک شروع که سحکده میروند که نمیفهمم که سرویسه سیاست در کجاست، مایی را نمیفهمم که یک نو تقلید از سیاست های ایران است. خب هر صورت یک تقابل وجود داره، این حرف ها حرف های میدیایی و مصرف داخلی و روابط ظاهری داره. بسیار تشکر. در این سیاست باز هم بگم که پاکستان در برابر افغانستان جمع استراتیجی بیزن پورا به دست آورده، فیران در دستش هست، از اون بسیار تشکر ممنونتون. آقای هاشمی، فکر میکنین این دیدگاه یک دیدگاه میان توهیست یا نه واقعا پاکستان باورشی است که باید افغانستان به ثبات برسه و باید جامعه بین الملل با امارات اسلامی حداقل وارد تعامل شوند؟ الحمدلله وحده و صلات و سلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، امانیسه برای شما، برای مهمانان گرامیتان، برای بینندگانتان سلام های خود را تقدیم میدارم. بسیار تشکر. هیچ اگر ما سیاست پاکستان را یا هر همسایه دیگه کشورها را ببینیم، یک چند تا یعنی چیزایی داره که سیاست خود را به اونا استوار داشته می باشه، چون این دولت ها اکثریتشان اختیار خودشان در میدان سیاست جهانی به دستشان نمی باشه الا فیصدی کمه. یکی از مهم چیزایی که بر پاکستان است چه منافع ملی که امرای افغانستان داره، از خاطر که یکی از سرحدات کلان با افغانستان داره، مشکلات جو استراتژیکی تاریخی ما داریم که موضوع خط دورند است، در عین وقت قبایل و اقوامی که مشترکات دارن ما بین ما مثلا مردم پاکستان،
دومن فاکتورهای جهانی است، یعنی به نظر من تقریبا عکس العمل است یا پیش قدمی است همراه اظهارات اخیر بایدن. وقتی که بایدن از اونجا اعلان میکنه که در افغانستان اینجا گروه های حراس افغان نیست و افغانستان یک خاک نیست که او برای دنیا تهدید بشه، اینجا پاکستان یک پیش قدمی میکنه که من بادایی تو نشوه که همو صحبت هایی که سابق کرده بود به اساس این یک سیاست افغانستان و پاکستان چه شود. سیومن اینجا پاکستان حراس هم داره، یعنی در حراس هست، مثلا اونا به این فکر هستن که تو نشو ما بادا که اینجا هندوستان پیش قدمی بکنه و اینجا در افغانستان مثلا جایگاهش از اینا که بیشتر و بهتر بشه. لحاظ هایی دائما ضد و نقیض صحبت ها رو میکنن و ضد نقیض صحبت هایشان هم سببش فقط اونمو است که سیاست خارجیشان به نظر ما خواستن عالم اسلامی به صورت عموم زیاد 1% کمی به دست خودشان است، اینا به دست خارج است، به دست امریکا و غرب است و اونو اساس رفتار میکنن. من نمیگم که 100% دست از اونا است، خب 1% کم به دست خودشان است. دیگه این کاری که وقتی پاکستان کرده به نظر من یک عکس العمل یا پیش قدمی با اظهارات اخیر بایدن شده. بله. و اینا با این فکر است که ما بادای تو نشو که افغانستان اینجا دنیا به رسمیت بشونه و پاکستان هم یک حیثیتی که ما بین همسایگی و یک دو دولت اسلامی و با هم بودن و مثلا اقوام و مذاهب مشترک و منافع ملی بین دو کشور که از وجود داره، ما بادا به این متضرر شوه. لحاظا دائما چیشان ثابت نمی باشه صحبتش. جالب هم است که نخست وزیری پاکستان گفته جامعه بین المللی باید همونطور که گفتم به طور معنادار با دولت موقت افغانستان وارد تعامل شوه و از امارات اسلامی هم گفته باید تدابیر مشخصی اتخاذ کنه تا اطمینان حاصل شوه که خاک کشور برای فعالیت های حراس افغانی توسط هیچ گروهی مورد استفاده قرار نمی گیره. اگر پیش بیدامه حرف های جو بایدن باشه، چیزی که جو بایدن گفت، هرچند تعبیرهای مختلف شد صحبت های او چون به یک نحو پرسیشی مطرح کرده بود، ولی این به چه معناست؟ نگرانی امنیتی هم داره؟ این طور است که سابق مثلا پاکستان اینجا ادعا میکرد که از افغانستان هم گروه های حراس افغان یا هم گروه هایی که ضد مخالف پاکستان است اینا در افغانستان فعالیت داره. وقتی جو بایدن میگه که وجود نداره، معنایش این است که گپ از اینا سابقه دروغ است، اینا ثابت شده بر دنیا که چیزی وجود نداره. بایدن هم میگه اما پاکستانی ها از تی تی پی حرف میزنن. نه خب گوش کن، وقتی که گروه ها میگه معنایش این است کلگی در بینش میگه که اینجا در افغانستان کدام گروه های تروریستی وجود نداره و برای همسایه هاش هم کدام چی نیست، کدام تهدیدی نیست. پیش قدمی از این خاطر میکنه که من میگم که اینا میخواد که به اونا یک جنبه هم امریکا را به این نظر بکنه که ما مثلا بدون از تصمیم شما کدام تصمیمی نمیگیریم، اینجا مردم افغانستان هم به این چه میکنه که ما طرفدار مثلا استقرار و یک ثبات سیاسی در افغانستان هستیم، در عین وقت اقدام نمیکنه. یعنی اقدامش این است که باید حال مثلا حکومت امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت میشناخت و به رسمیت اون وقت باز ما میگفتیم که اینجا اینا مثلا سیاست استوار دارد. لحاظا دائما تزلزل در تصامیم گرفتن دولت ها اکثریتشان از این خاطر که اختیار سیاسی مکمل به دست خودشان نیست، یک استقلال وجود نداره، نه تنها پاکستان نه اکثر دولت های اسلامی. قابل شنیدن نخواهد بود، از سوی کشورها شنیده نخواهد شد، ارزش نخواهد داشت. وقتی از جهان میخواهد که شما باید وارد تعامل دوامدار و معنادار با امارات اسلامی شوید، به نظر ما در ساختار سیاسی دنیای کشورهای هیچ یک صفر، با کمال تاسف که دولت های اسلامی یک صفر به طرف چپ است. یعنی اگر اینا مثلا مثال برد میگم، مثلا اگر هر کار اینا بکنن غرب بکنه و امریکا و ناتو و مثلا ملل متحد پیش ببره، اینا همراهشان میره. لکن اینا اگر کدام اقدام بکنه، اونا هیچ بر از اونا هیچ تاثیرگذار نیست. بلکه من مثال براتون میگم، وقتی که در افغانستان و امریکا و جورج بوش حمله میکرد، گفت اگر کس همراه ما استاد شد همراه ما، اگر نه همراه تروریستا است. این دولت ها کلگی به منافع ملی خود به نظر نگرفتن، منافع همسایگی و چیزا رو به نظر نگرفتن، اخلاقیات اسلامی رو به نظر نگرفتن، همراه اونا استاد شدن. یعنی یک چیزی هستن به نظر من، یک چیزی زیاد اما به اصطلاح انگلیسی بالانسینگ است، یعنی یک چیزی را در ترازو جور میکنن. بس ممنون شما، سپاسگزارم آقای مسلم. اگر به نحوی لابیگری باشه این کار پاکستان و آنچه اظهار داشتن مقام های پاکستانی امروز، شنیده نخواهد شد از سوی جامعه بین الملل؟ الحمدلله نحمده و حمدا مصلی اما بعد، تاسو درنو میلمانو تا ټول لیدون اوردونکو تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه هیڅ وخت د پاکستان لویناو یو مثبت پیغام نه اخلم. شخصا زه زما فکر ځکه دوی همیشه دفاره په وینا کې او د سټیج د طریقې یو څه ویلي دي، لیکن په عمل کې بل څه کړي دي.
هم دا اوس هم دا وقت لبیګاری ده او د مونږ سیاسیونو ته یو دوکا ورکول دي او نړیوالو ته خاورو ته سترګو ته خاورې وراچول دي. دوه میاشتې کېږي دوی همدغه خبرې کوي چې مونږ په افغانستان کې بثباته نظام غواړو، یو بثباته افغانستان غواړو، خو لیکن تاسو په دې دوه میاشتو کې یو عمل د دوی وښیئ چې دوی مثبت عمل د افغانستان د خاورو او د نظام دپاره اوچت کړی وي. دوی همیشه دپاره په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان نمایندګۍ دپاره او د افغانستان نمایندګي کړې هم ده او کوي هم، اگر دا چې دوی ته دا صلاحیت چا نه ده ورکړه او نه د دوی دا صلاحیت ده. همدا اوس هم د کومې خبرې چې دوی کوي د دې پاره کې چې دوی خپل اقتصاد په پښو ودروي او دوی دا ثابته کړي چې موږ نه ترهګر لرو، نه مو ترهګر روزلی دي او نه ترهګرو سره کوم تړاو لرو. ترهګر خو چې دی په افغانستان کې و، په افغانستان کې اوس ځپل شوی دی. موږ هم غواړو چې افغانستان کې یو بثباته نظام وي. افغانستان کې الحمدلله اوس یو داسې نظام راغلی ده چې هیڅ قسمه بله تروریستي ډله دلته وجود نه لري. البته په شکل د اشکالو په پردي شکل یو ځینې کسان وي چې د نظام تخریب به کوي، د نظام د تخریبولو دپاره به کار کوي، خو په ګروهي شکل یا په ډله ای شکل دلته د نظام مخالف، د نړیوالو مخالف یا نړیوالو ته ګواښ په افغانستان کې هیڅ ډله او هیڅ تروریست وجود نه لري. او امارت اسلامي دا چیغې همیشه دپاره وخلی دي، خو چا نه دي اورېدلي. درست نن آنچه که شما میگین باز برعکس پاکستانی ها مثلا ادعا میکنه، میگه نزدیک به 5000 جنگجوی تی تی پی در خاک افغانستان پناه برده، چیزی که وزیر داخل این کشور میگه. تر اوسه پوری دوی 15 کسان هم ثبت کړي نه دي چې په افغانستان کې 15 کسان تی تی پی وجود لري. لس کسان هم ثبت کړي نه دي او وجود هم نه لري. دوی چې همیشه د پاره د تی تی پی په نوم دوه درې عملیات په افغانستان کې کړي دي، د افغانستان مظلوم خلک یې وشتلي دي، د افغانستان مظلوم خلک یې په شهادت رسولي دي، په هغې کې هیڅ قسمه تی تی پی نه و. لکه یو هم مثال د افغان دوبۍ عملیات دي چې دوی وکړل بدون اجازه نه، بدون د امارت اسلامي د خبرداري نه. دوی دلته بمبرونه وکړل، هلته خپل ولس ووژلو، هلته هغه مهاجرین چې د وزیرستان نه مهاجر شوي دوی ووژل، په هغې باندې بمبار وکړلو، لیکن هغه ماشومان وو. زه د بمبار نه وروسته هغې ساحې ته تللی یم، ما خپله خلک لیدلی دي، ما دوی قبرونه لیدلی دي، دوی جنازې مې لیدلی دي، هغه ټول ماشومانو. په هغې کې هیڅ قسمه ټی ټی پی نه وه. او ټی ټی پی امارت اسلامي هم نه مانی چې په افغانستان کې ټی ټی پی وجود لري. البته تر اوسه پورې پاکستان باندې، د پاکستان په سرحد باندې، د افغانستان د خاورې نه یو ګولۍ هم نه ده اورېدلی د ټی ټی پی لخوا. درست، ولی شورا هم ظاهرا به نل میزنه، هم به میخ. از یک طرف جهان را تشویق میکنه که باید تعامل داشته باشه، از طرف دیگه این خود پاکستان است که حداقل ادعاهایی را مطرح میکنه از پناه گرفتن تی تی پی در خاک افغانستان. سیاست هم داسې ده. دوی همیشه د فره منافقت سیاست کړی ده، دوی همیشه د فره دوه مخیتوب سیاست کړی ده، دوی همیشه د فره د پردې تر شا یو څه کړی دي، لیکن د سټیج او یا د تلویزیون کیمرې مخې ته بل څه کړی دي. دا حقیقت ده او دا ټول نړیوالو ته هم ثابته شوې ده. همدغه د دوی منافقت و چې دوی د دغسې بحران سره مخامخ شوي دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی اوس غواړي چې هغه مشکلات، هغه اقتصادي ستونزې، هغه باور چې دوی نړیوالو ته بایلله ده، هغه بیرته لاسته راوړي. هغه اوس دوی ته ښه مکا په لاس ورغلې ده، ځکه افغانستان اوس په نړیواله سطحه نمایندګان نه لري. افغانستان په خپله په نړیواله سطحه د ځان نمایندګي نه ده مطرح کړې، ځکه دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي. ما درته وویل چې دوی په دې دوه میاشتو کې کوم مثبت ګام د افغانستان د بثباته نظام دپاره اوچت کړی ده. بسیار تشکر، ممنون شما. قیاسی در هر نشست دو جانبه، نشست هایی که در سطح منطقه برگزار میشه، در سطح جامعه بین الملل برگزار میشه، در این مدت نزدیک به دو سال از ابتدا تا اینجای کار 3-4-5 خواست است به گونه پیوست مطرح میشه، خسته هم نمیشه، از امارت اسلامی خواسته ها را مطرح کرده. در نشست شانگهای هم حتما دنبال کردین، بس حکومت فراگیر است، حقوق بشر است، مبارزه با هراس افغانی است، حالا همین مسائل مطرح میشه. فکر میکنین جهان با امارت اسلامی واقعا داشتی ناپذیر است اگر این خواستهایی که مطرح است عملی نشوه؟ ما به این سوال جواب میتونم فقط یک چند ثانیه در باره همین یک مسئله میدارم دو بایده که با احترامت با آقای هاشمی دارم، برعکسی که اینا میگن دو بایدن همونش مثال شعری بدل است که میگه بدل نویدی قاصدی بدلجه ماتم است، مکتوب این اوهار نبندی به والدان. گفتار جو بایدن برعکسی که بنابی امارت اسلامی تمام نشده، یک اظهار به این معنا که گویا در شبکه های اجتماعی شما ببینید گویا طالبان را یا اداره سرپرست را به عنوان فاگنر یا بلک واتر امریکا معرفی کرده، و این معنا که ما در این معایده یک چیزی دیگه مخفی داشتیم که اینا با ما تعهد کرده بودن که ما القاعده و دیگه گروه های اسلامی را که در افغانستان را سرگرمی گونو میکنیم. اون هم در یک کمپاین انتخاباتی این دفعه گفت، ولی برعکسش عملشان این بود که صبحش پرداش وزارت خارجه امریکا کمک های
امریکا را متوقف و افغانستان اعلام کرد و بلد متحد که بدون شک بهترین کمک ها را در بلد متحد بر افغانستان امریکا و اتحاد اروپا میکنه و اون کمک ها را متوقف کردن بودن تا سال 2025 و کمک ها را نهایچی میکنیم سازماندهی شده میکنیم به این مانا که دیگه با اون شکل سابقش ادامه نمیتن به یک طریق دیگه ادامه میتن این دو پیام ها میرسونه یکی از اینکه تا 2025 حد یقل دیگه اداره جالبه را اینو به رسمت نمیتن اما میاد در مسئله ازی که دنیا هر روز یک گفتنه میره و پیشتر هم با وطنکی اشاره کرد بیهن چوری تاریبا زیاد کرده میره و اونا یک بار در خواستن این روز هم باز اگر چندی که در ظاهر چیز انسان عادی معلوم میشه ولی به در دنیا یک گفت چیز است که آراجلوهای زنانه را به طور مطلق مثلا تاریبا در خانسا بند کرد تاریبا استدلاعشون هم نیست که مثلا این مسائل اسلامی است رئیس ها میجوزا میتن به طور خطیق متاخری اناف یا همون جا سخت بیرانه تک توجه دیگاهی که هستی کار میکنن و با یک قسم روان شد روان باشه و تا حال خو این نتیجه نداده یک قدم از عقب طرف به عقب گرد بوده یعنی کمک هم داره کاش پیدا میکنه و از ماه اکتبر و بعد یونیسف و بعضی مؤسسات سابقه در افغانستان اعلام کرده که ما دیگه پولی برای کمک به افغانستان نداریم هم از دیگه اقتصادی مادی هم از دیگه سیاسی روابط سیاسی روابط بین دول اروپی این گپ رو کش کرد یعنی حد یقل تا 2025 طالبان را کس برسمه نمیشناسه حتی ما به این نظر رسیدیم ما دا اگر مخالف طالبان نیستم حتی همین طالبان بعضی پیشنهاد از اینا قبول هم بکنن اینا طالبان رو برسمه نمیشناسه چرا؟ با خبور از اینکه اینا با طالبان باید این یک پروژه میبینن و به منتظر هستن که پروژه ختم شود و تاریخ ختم این پروژه پیش ما قید است و ایران ما میفهم دو چیز هست فعلا دو موضوع یکی انتخابات امریکا تا آخر سال 2024 تا نومبر 2024 که انتخابات امریکا تکمیل می شود که جمهوری خواه می برند یا دموکرات ها این مسئله می ماند و دلیل یه مده دیگه هم جنگ اوکراین است تا که مسئله سرنوشت جنگ اوکراین بالا نشود دیگه ما مسئله طالبان کس نمی کنند و همین یک روابط کجدار و مریض یعنی تحریم ها را از بالا از اینا حوصه نمی کنند حتی پیشنهاد شده در کنگره امریکا که تحریم ها را اینا زیادتر بکنند و گسترده‌تر بکنند و بعضی کشورهای دیگر هم تهدید به این کردند که اگر شما روابط تونه اگر چند که یک زیاد مؤثر نیست روابط تونه با طالبان اگر چی نکنید شما را با دمی خط تحریم شامل میشین آقای قیاسی میگن این سیاست محتاطانه را دنبال خواهد کرد تا زمانی که شما میگن تا پایان 2025 محتاطانه کجدار و مریضی فرق میکنه یعنی تا 2025 از یک تفیران تفیران بله و ضرر مردم افغانستان خواهد کرد اگر یک چون چیزی باشه بله متاسفانه پیشبینی و تحلیل های اقتصادی تمام دنیا همیست که این فدا و قربانی تقابل ما بین امارت و ما بین جهان مردم افغانستان خواهد بسیار تشکر و واقعیت مردم افغانستان خیلی استقبار است 90% مردم با نفرت است و نگوی که در زمان جمهوریت هم سوال فقر بود در زمان جمهوریت اگر اجازت نگوی تر اشاره بودم دفاع جمهوریت نیست و میزان فاسد کافی ناروا بود ولی در اون میزان یک اقتصاد فاسد وجود داشت اقتصاد نعموا داره اقتصاد جمعی ما داریم اقتصاد فاسد مثلا مافیایی وجود داره مثلا در بسار کشورا یک از که هیچ اقتصاد نباشد در افغانستان در زمان جمهوریت اینا پول زیادی هم گفتی بود اقتصاد فاسد بود اقتصاد مافیایی بود ولی در امارات حوالیشان کمی خوب است ولی پوره نمیکنه و مردم عامه که بیکار شدن نیم میلیون نفر در آب آمدن امارات معاش خود زندگی خود و کار رسمی خود از دست داده این مردم نیم میلیون شما ضرب دو سه بکنید به ایشان فامیل وضعیت افغانستان بسیار تشکر و قربانی سیاست هر دو جانی مردم افغانستان بشود افغانستان بسیار حالت بدبختی پیش بسیار تشکر ممنونتان آقای هاشمی استادگی امارات اسلامی پس قابل ستایش است اگر حرف این باشه که اگر خواست هایی که جامعه بین الملل تا اینجای کار داشته اگر پذیرفته هم شود باز هم امارات اسلامی به رسمیت شناخته نخواهد شد به نظر من صحبت قیاسی صاحب درست است من موافق هستم که من از دیگر دیدگاه برش سیل میکنم دیدگاهی است که نظامی که در دنیا قائم است در طی 30 سال اخیر نظام صهیونیسم ماسیونیسم گرفته از اقتصاد گرفته تا سیاست تا امور جنگی دنیا را به دست از اونها است یک نظام اسلامی اینا کوشش کردند در جزایر از بین بردند در مصر از بین بردند در مثلا در غزه حماس 12 سال قبل به قدرت آمد اونها را زیر فشار گرفتند تا امروز از او به بعد در هر کشور اسلامی که حرکات اسلامی با قدرت میرسه اونا را نمیمونه حتی در ترکیه مثلا همی حزب اردوغان که از اینا یک تعامل مثلا علمانی میکنه لکن یک حزبی است که توجه اسلامی داره میخواد که مثلا ترکیه را به پا خود استاد کنه اونا را نمیمونن لذا
به نظر ما اینجا یک کلان مبارزه سیاسی اسلامی جریان داره در دنیا، در این شک نیست، چرا که یک نظام اسلامی بر از اونا یک تهدید است. تهدید بر نظام مالی دنیا است که استوار به سود و به IMF و به این چیزا است. تهدید بر سیاست های از اونا است. تهدیدی بر اسلاموفوبیا است، اونا که اونا اسلاموفوبیا را در دنیا در غرب نمال نشر کردند. اینا 30 سال سر از اینا مصرف کردن، مسلمان ها رو به نظر مردم یک شک تروریستی برشان داده. هر عملی که در دنیا میشه اگر مسلمان باشه کار بکنه تروریست است، اگر او کار مسیحی و یهودی و مثلا هندو و مثلا بودیزم و دیگه بکنه بازی هیچ گپ هم نیست، برازو میگن سایکو است، مثلا یک مرضی عصبی داره، یک مشکل روانی داره که کار کرده. اما اگر مسلمان یک کار بکنه او تروریست است. لحاظا اگر شما سهل کنین همین ساختار 30 ساله که در دنیا جریان داره، از ناحیه اسلاموفوبیا، از ناحیه موضوع اقتصادی و مالی، از ناحیه سیاسی، از ناحیه عمل دوگونه ای که در مقابل دیگه ملت ها میکنن، خواستن مسلمان ها، این برای از اینا کلگیش یک نظام اسلامی تهدید است. درست. یعنی هر چیزی را که اگر رایشان من میگم که همه هر چیز هم رایش قبول بکنه، یک نظام اسلامی را غرب و امریکا در دنیا تحمل نداره، امکان نداره این کار بکنه. من مثال برات میگم، پاکستان است اگر ببینی اقتصادش از افغانستان که زیاد قوی است، 70 صد میشه، یک استیبل اقتصاد داره. اینا مثلا عواید ده چند نه هزار چند از افغانستان که زیاد داره، اگر این عواید مروری است، اگر ترانزیتی است، اگر معادن است، اگر هر چیز زیاد داره، یک قوه اتمی است در این منطقه. خو اقتصادش روز به روز عقب میره. چرا؟ دلیلش است که سیاست های اقتصادی از اینا رو IMF تعیین میکنه. تو مثلا پترول به این قدر میفروشی، تو مثلا برق به این قدر میفروشی، تو مالیه این قدر باید بگیری، تو فلانی تکسی تو باید بگیری دیگه. لحاظا درست. یک نظام اسلامی در دنیا بر از اونا تهدید است. وقفه بگیریم، دوباره به شما برمیگردیم. رفت و برگشت کوتاه. به ادامه محور خوش آمدین آقای هاشمی. همونطوری که شما گفتین، ولی بحث جایی است که مردم نباید قربانی بده، چون مردم سال هاست قربانی خود را داده. حالا میگه که زنا داره قربانی میشه. اگه میخواست های جامعه جهانی حتی سبب شوه عملی شدنش که به رسمیت هم شناخته نشوه، ولی به نفع مردم نیست. حالا مشکل دیگه چیز است. حالا ما خود ما باید مسلمان ها دایی باید فهمیده باشه، هم نخبگانش فایده باشه، باید عوامش هم فهمیده باشه. مثلا پاکستان همه چیزهای غرب قبول کرده، چی تغییر مثبتی در زندگی مردم عوام پاکستان آمده؟ همین تو دیگه دولت‌ها را حساب کو، همین تو دیگه دولت‌ها را حساب کو. یعنی به نظر من قربانی مسلمان ها ته تقریبا از 1924 تا حالا مسلمان ها که هست قربانی سیاست های غرب و شرق است. مثلا در سوریه روسیه چقدر مردم قتل عام کرد، چقدر مردم بیرون کرد، هر روز بمباری میکنه سرش. اسرائیل است مثلا یک هفته میشه در جنین مردم را برای راست شهید میکنه، کسی چیز نمیگه براش. آیا اونا قربانی نیستن؟ ما 20 سال در افغانستان زیر حکومت اشغال هیچ قربانی نبودیم. مردم افغانستان قربانی نبود. گوانتانامو از ما پر بود. 90,000 تا 100,000 نفر ما سیاسی بندی داشتیم. بلیست داشتیم. بله. خب ولی که به هر صورت که هست مسلمانا به نظر من حال قربانیشون در افغانستان کمتر از این است از سابق کرده. حال فقط یک مبارزه میخواد که مردم افغانستان با هم حوصله کنن، با هم این چیزا را به نظر بگیرن، پشت امزی دولت خود را خوب مضبوط بگیرن. هر افغانی در هر منطقه در هر جایی که هست باید دفاع بکنه، به هر قسم که هست، به زبان میشه، به قلم میشه، به کار میشه، از حکومت کنونی. خب چرا که من دلیل برات میگم، حالا حکومت کنونی خاص داره مردم میگه شنیده نشده خاص. گوش کن، ما برات یک چیز میگم. من خودم در 20 سال اخیر که ما امرای مردم صحبت میکردیم، مردم میگفت که ما باید یک امنیت داشته باشیم، نان نداشته باشیم. حالا بس مردم، من نمیگم که مردم خواستار نداره، من نمیگم که مردم افغانستان فقر نداره، من نمیگم که مردم افغانستان ضرورت نداره، من نمیگم که حکومت خدمت نکنه. نه، خدمت بکنه. باز خب مردم هم باید این عوامل را به نظر داشته باشه. حالتایی که ما زندگی میکردیم در خارج در 20 سال اخیر، کم از کم از اعلانات عمو دولتی که اعلان میکرد یا ملل متحد اعلان میکرد، روزانه 700 نفر افغان ضایع میشد، کشته میشد در افغانستان. ما تابوت سازال رو پرسان کو میگه ما الحمدلله یک تابوت هم نمیفروشیم، رفته گل فروشی باز کرده برای خود. یعنی مقصدی است که در این هیچ شک نیست که ما مسلمان ها به صورت عموم، چه افغان ها است چه دیگه مسلمان ها است، قربانی سیاست های غرب و شرق
بعد از سقوط خلافت عثمانی است که 1924 شده. اگر در فلسطین است، اگر در شیشان و در دیگر دولت‌های اسلامی که زیر کنترل روسیه است، اگر در دولت‌های عربی است، اگر 40 سال 50 سالی که در افغانستان جنگ بود ما قربانی ازی بودیم. پس آل ما یک مبارزه سیاسی وجود داره. من میگم که مبارزه سیاسی خود افغان‌ها با هم دست بدن تا او وقت را باید مبارزه بکنن تا که چیزهایی که منافع ملی و دنیوی و اخروی افغانستان حفظ کنه اونا به دست بیارن. مثلا چین 27 سال زیر تعزیرات ملل متحد و امریکاوی بود. خب بعد از 27 سال که اونا چین را به رسمیت شناختن، چین یک دولت اتمی بود. تا او وقت را قبول هم نکرد امرایشان تا که عضویت دائمی ملل متحد با حق ویتو برایشان نداد. بسیار تشکر. ممنون شما آقای مسلم. اگر مبارزه سیاسی جریان داشته باشه و ظاهرا جنگ سرد در کار باشه، در چی صورت فکر میکنین مردم در کنار حکومت خواهد استاد؟ و ایره هم مشخص است که وقتی مردم حمایت بکنه از حکومت ها، جهان ناچار میشه و حکومت را به رسمیت بشناسه. موږ همیشه د فاره افغانان قربانی شوی دي. افغانانو په خپل خوخه قربانی ډیر کم وخت ورکړی ده چې هغه د خپل د ځان د اسلام د دفاع لپاره ده. اکثره د حکومتونو لخوا افغانان قربانی شوی دي. که په تیر وخت کې وګورو، په شل کلن وخت کې افغانان قربانی کېدل، مجاهدینو تعداد ډیر کم و چې هغه شهیدان کېدل، او د امارت د جمهوریت کسان هم ډیر کم و چې وژل کېدل. په منځ کې د عوام افغانان چې نه مجاهد و او نه جمهوریتی و، یو عام ولس و، همدا قرباني کېدل. دا قرباني کول چا همدغو خلکو چې چا د سیاسي مبارزه کول همدې قرباني کول، چا چې د اسلام په نوم مبارزه کول همدې قرباني کول، چا چې د جمهوریت دپاره مبارزه کوله همدې قرباني کول. اوس موږ نه غواړو چې بیرته افغانان د جنګ دپاره قرباني شي. موږ نه غواړو چې افغانستان د افغانستان ولس د سیاسي مبارزې لپاره دوی په فکر کې پاتې شي. لکه څنګه هاشمي صاحب وویل چې چین یو څو کاله په مبارزه کې و، په رسمیت نه و پېژندل شوی، د ملل متحد د مشکلاتو تر تهدید لاندې و، خو دوی مبارزه وکړه. د مبارزه ډیره قوي مبارزه وه. هلته مکتب نه و بند، هلته درس نه و بند، هلته ښوونځی نه و تلل شوی، هلته روغتون وجود لرل، هلته اقتصاد و، هلته فقر وجود نه و لرلو، هلته خلکو کار کړی و، هلته امکانات وجود لرل. په افغانستان کې بدبختانه چې په دې ټولو نظامونو کې داسې کار نه ده شوه چې موږ افغانانو ځان دپاره یو داسې به امکاناته ځای پیدا کړی وي چې که چېرته د مبارزې دپاره په دوی هر قسمه بندیزونه راشي، دی روزي ولري. که د نن د ایران او د پاکستان بډر د څو ساعتونو دپاره بند شي، تاسو خپله فکر کوئ چې دغه خوراکي توکو قیمت څومره لوړیږي. یعنی که په ډیر کم مقدار دغه بند شي، ولې موږ محتاج یو. افغانستان ولس تر اوسه پورې محتاج ستل شوه. همدغې سیاسونو د مبارزو په صورت کې دغه ستلی ده. موږ نور نه غواړو چې افغانان د مبارزو ښکار شي. موږ غواړو چې افغانستان ته اوس افغانانو ته خدای په ښکلی نظام ورکړی ده. همدا نظام داسې یو سیاست غوره کړي چې د خپل ولس هم وساتي، خپل اسلام هم وساتي، د خپل اسلام نه دفاع هم وکړي، او د خپل اسلام کومه مبارزه چې کړې ده همدې مبارزه. در کدام صورت فکر میکنین مردم چې موږ ولس ته خپل حقوق ورکو؟ مثلا د ولس ټول حقوق معلوم دي چې د دولت د څه لپاره جوړیږي. دولت اجازه بسی است کې خواستهایی که مطرح است سوی جامعه بین الملل ظاهرا دیده میشه که اینها از مسائل داخلی افغانستان است و برای مردم افغانستان این خواسته را مطرح میکنه. مثلا میگه حقوق بشر، حقوق زنان، حکومت فراگیر، این مسائل به عنوان پیش شرط مطرح میشه. از یک طرف امارت اسلامی به این باور است که مداخله در امور داخلی افغانستان است، ولی اگر به نفس این موضوع دیده شود، این به این معناست که میخواه خواست های مردم تحقق پیدا بکنه. عملی باید شود. میگه چې نړیوال کوم حقوق غواړي، هغه د ښځو داسې حقوق غواړي لکه څنګه چې نن کومه دي نړیوال حقوق، کومه دي بشر حقوق، چیرته ده نړیوال ازادي، چیرته ده؟ په د سویډن کې ولې موږ اسلامي کتاب ته توهین وشولو؟ ولې د نړیوالو پوښتنه ونه کړه؟ دا یو اسلامي کتاب ده، د میلیونونو خلکو د مذهبي کتاب ده. ولې د ما که نړیوال امنیت وي، که نړیوال امنیت شورا وجود لري، که نړیواله محاکمه وجود لري، ولې د سویډن د خلکو نه پوښتنه نه کیږي؟ دی چې اووم ځل د دغه عمل تکراروي. دوی چې کوم معاملات غواړي د حقوق بشر دپاره غواړي، یا په د نورو پلمو غواړي، په نورو نومونو غواړي، اول په وله بله که هغه ماته قابل قبول وي، بیا بل هیڅ افغان ته قابل قبول نه دي. ځکه افغانانو ډیر قوي کلتور، د ډیر قوي فرهنګ په منځ کې ژوند کړی ده. د دوی چې کوم کلتور فرهنګ په افغانستان کې د بشر دپاره غواړي، دا نه د بشر دپاره ازادي. بشر دپاره ازادي هغه ده چې اسلام ورکړی دی. بشر دپاره ازادي هغه ده چې په قرآن او حدیث سره ثابته ده. د دوی چې کومه ازادي غواړي، دا خو رشخند په بشر په بشر باندې ده. دوی چې کوم د بشر حقوق غواړي، دا خو د بشر سپکاوی ده. ځکه دوی غواړي چې ښځه
اغه سی ازادی ولری لکه څنګه چې نری او ازادی لري. نه خب یک بحث افراد شاست ولی بحث فعلی، مثلا دختران به مکتب امیال نمیتونه بره، به دانشگاه نمیتونه بره، کار کرده نمیتونه در بسیار از اداره های غیر دولتی و در یک شمار از اداره های دولتی که تعریف شده هم نیست. اگر امی خواست ها عملی شوه، شما فکر میکنین که اینها به ضرر دولت میتونه تمام شوه، به ضرر اسلام میتونه تمام شوه؟ نه، په هیچ وقت د انجونو مکتبونو خلاصول د دولت په نقص نه دی، د دولت په نفع دی. البته چوکاټ اصول برابرول دا د دولت مسؤلیت ده، باید ورته برابر کی. کوم مسؤلیت کوم چوکاټ چې دولت غواړي په مغه دولت کې باید ایما خور ایما لور هغه باید خونځي ته ولاړ شي. خو البته د کوم ټال چې ورکوي، د کوم وروستواله د مکتبونو خونځیو ته چې ورکوي، دا د افغانستان د ولس سره زه زیاتی بولم، د افغانستان د ولس د حق ځای بولم چې دا باید ونه شي. امدنن که کیدای شي که سبا ته کیدای شي باید د انجونو خونځي خلاص کی. په کوم میکانیزم، په کوم حجاب چې دوی ورته وصول ټکی، په مغه میکانیزم. دا د نړیوالو غوښتنه نه ده چې خونځي دې خلاص شي، دا د افغانانو غوښتنه نه ده چې خونځي دې خلاص شي. د هر افغان غواړي، د هر افغان ورور غواړي. که چېرته دوی په دې نه توانېږي چې دوی حجاب رامنځته کړي، دا د دوی د امارت اسلامي د حاکمیت ذوب ثابتوي. دوی باید خپل قوت ثابت کړي چې موږ په ټول قوت سره د اسلامي شریعه احکامو مطابق موږ دوی ته خوندي خلاصو. بسیار تشکر، ممنونتون. آقای غیاسی، مارکس پوتزل گفته که اگر زنان به آموزش و کار دوباره بر بگرده، به اجتماع بر بگرده، افغانستان دوباره با جامعه بین المللی ملحق خواهد شد. اما میدانیم امریکایی ها هم چندین بار مطرح کرده، گفته که بر رسمیت شناسی طالبان مساوی است به رفتار اینها در برابر زنان. اگر باور چیزی باشه که شما پیشتر اشاره کردین، آقای هاشمی هم اینجا ظاهرا تایید کرد که اگر این خواست ها هم عملی شود ولی باز هم بر رسمیت شناخته نخواهد شد. اما میدانیم که مردم افغانستان ضرر نخواهد کرد بلکه فایده خواهد کرد اگر بر بگرده زنان بر اساس هم چارچوبی که تهیه میشه به آموزش و کار. و از طرف دیگه هم بر حال امو بهانه ای که وجود داره برداشته نخواهد شد و او بهانه بالای کسانی که به رسمیت نمیشناسه نخواهد افتید. خب این سه سوال بود، من از همین آخرش جواب میدم. اول هم ایست که امارت اسلامی آقای هاشمی گفتایی برای مشنان آقای هاشمی را مجموع من بحثاش را تحقیب میکنم، تحقیب میکنم، تقاور نمی خیصیت مقابل نیست. چرا که چرا از اگاه فکری ما اوقدر چی نداشته باشیم و اخوانیستم. این جای گفت است که امارت اسلامی چند کاری آمده و اساسی یعنی جنرال عمومی گرد در افغانستان که او هم اول مسئولیت اسلامی شست، یعنی وظیفه خانگی امارت اسلامی که اسلامی است رو انجام نداده و رو انجام بده، یکی وظیفه اجتماعی شست، یکی وظیفه دولتداری شست. من رو بزا خلاصه میگم که وقت شما رو نگم. بله. وظیفه اسلامی شم است که امارت اسلامی در نوع شکلیات خود در تاریخ اسلام سابقه نداره. در تاریخ اسلام هیچ امیر وجود نداشته که مردم او را نبینه. حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله و بعضی از قول حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه امام و کنفیستفی امام و کنفیستفی. میگه کسی که دفعه شروع برای شما نماز بده، یعنی امیر شما در اسلام میشه که اول نماز برای شما بده بعد در صف جنگ با شما باشه. معناش نیست که نه امیر در مقابل مردم باشه. اگر مراتیا دعوا میکنه که نظام ما اسلامی است و ما را بر اساس امو فقه اسلامی، اما هر فقهی را که میگن مرگتن که فقه موازی خوب روش از اینا مخالف است، اینا با فقه کلاسیک عناف متاخرین عناف عمل میکنن. جای امیر است تا چه از مردم باید بگیره چهرهش برای مردم نشان بده، امیر نترسه، امیر از امجد خود نمیترسه، از جان خود نمیترسه. جای از مردم باید بگیره باید مستقیم باید بین واسطه نه یک صندوق بانه و نه که یک نفر دیگه در قانون شجاع می تواشه نباشه. مهم است که قانون یک ای فرمان رو باید بگیره، یک مشروعیت اسلامی ایجاد کنه. یک دو نظام اسلام در آن سنت و جماعت و در آن مذهب ما و شما نظام شورا اسلام رو شورا بینه و یک پارلمان اسلامی جور بکنه. این پارلمان نیمه انتخاب باشه نیمه انتصاب انتخاب به این مانا که بخش های مثلا تخصصیش انتخابی باشد، بخش های مثلا اسلامی و معنوی و شورایش مثلا به شما انتصابی باشه، یک شورای نویه گیره اسلامی را جور کنید. مردم افغانستان بالاخره مسلمان است، این مردم چیزی نیست که نه ایمان آورده باشن این سلامتی که برداشته باشن. نظام شورای جور کنه، باز شورا قانون خدا بسازه با اساس قانون اسلامی یا اصلا قانون گذشته افغان ها در طول تاریخ پاگیر شما اسلامی بودن میگیرن کپی میگیرن قانون نبسازن. این تو خود نمیشه که من زیادی که ما اسلام هستیم اسلام قانون ما دمی فقه عربی دمی کتاب خطور دمی کتاب ویدانه که داخلش همه در موضوع 20 تا قول است. به حاشیه از چند تا قول دیگه سوال با کلام شما عمل میکنید. یک قانون اسلامی شما بسازید، مشروعیت داخل خود
یاد بگیرید به هر طریقی که خودتون مثلا میخوان یا از اینکه کاپی میکنید از تاریخ از ایران رسولان اینا کشور اسلامی دیگه رو خودتون که کارا بکنید. دو سیم مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی است ایران اسلامی است که شما باید بنا و طرحی شروع بکنید که مردم امیدوار شوند. شما باید مطلقا اینترنت که مثلا به اساس شورای غربی شما باید آزادی زنان را تامین بکنید، آزادی کاری زنان را، آزادی تحصیل زنان را مطابق شرایط اسلامی. در افغانستان حداقل 2 میلیون زن وجود داره که محرم شرعی ندارد. اینا نانش از کجا بیاره؟ یا سوالای تو سعدی که طالبان بسیار کوشش میکنن که با سوالای سرسری که میاد ما آوردیم که خلاص شد. این خلاف نص قرآن کریم است. خداوند جل جلاله میگه که فلیعبد رب هذا البتیل الذی اطعمهم من جوع وآمن من خوف. میگه خدا را به خاطر عبادت کنید که شما را اول از گرسنگی سیر کرده بعد از به امنیتی امنیت داده. در این نص قرآن گرسنگی را سیر کردن قبل از امنیت در سال مجاعت در سال گرسنگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حدودا معطل سا دستی دوزا قطع نکرد. معاشید که حتی که نان نباشه ایمان زیر سوال میرای کار حضرت عمر از این نص ایمان در قرآن کریم است. در این هیچ مجادله جا ندارد. شما یک سیستمی را شروع کنین واقعا که در مورد فساد هست ولی فساد کمتر از سلطه جمهوری هست یا با اون شکلی بسا مزخرفش نیست. شما یک کار را شروع بکنه که مردم باید بار شما گیره مردم کار پیدا میکنه نان پیدا میکنه به اوز این سغیر پاکی وقتی مردم انتظار بکشن دیگه اون زمان سابق نیست که شما میگه 20 سال دیگه ما شما مبارزه بکنیم. یا آقای شما خوب مثال آورد در مسائل سیاسی را آورد منجور مثالاش تاییز میفهمی مردم غزه و فلسطین انگار آزید 10 بار برای مردم افغانستان نام در افغانستان شکم شما سیر است. اون مشکلی که در مصر است خیلی مردم در پاکستان که هست به خاطر اینکه نظام فاسد است نظام اقتصادی فاسد است نظام قضایی فاسد است اون مشکلی جامعه جهانی نیست. حالا 1.8 میلیارد دلار آمریکا کمک نظامی به پاکستان میکنه بالکل پولی نه 350 میلیون دلار کمک انکشافی میکنه پاکستان را خانه سوخت سیل سوخت و فساد داخلی فساد سیاسی خودش سوخت. این مثال ها شما را قبول ندارم. بله امارات این کارهای داخلی خود کارهای اسلامی برای شکل نظام نظام شورایی و همچنان سیستم اقتصادی و اجتماعی مردم که تعلیم و تربیت و گفاست گفا ساده نیست. و اگر این مسائل در بعد داخلی حل شود به این معنی است که برسمیت شناخته میشه؟ نه ولی نمانو مسئله برسمیت بله مسئله برسمیت رو هست دو ستیپ یک ستیپ کوتاه‌مدت است. کوتاه‌مدت است که کیا بها ندن سی غربی ها نمیموند بها ندن سی تیاری اروپا نمیموند این شاید بعضی کشوران این رو برسمیت بشناسند در اون صورت بها نمیموند حتی اقل چین روسیه، پاکستان همه کشورها که طرف دور از این قطر اینا برسمیت میشتازم دیگه رو میگه این بحانه ما رو بشه در یک حتی یکی سیاست دراز مدت است. در سیاست دراز مدت مثلا در ایران هیچ این نوع حقوق زن ها زیر پانه 60-65% جامعه علمی ایران زن ها تشکیل میتن دانشگاه ایران زن ها تشکیل میتن ولی چلو چلو کتان ایران تحریف است. اون مثال در یک سیاست دراز مدت و سیاست دراز مدت با کشورهایی که اگر تبعید نکنند نظام هایی که از امریکا، از غرب، از مؤسسات صهیونیستی اینا همگام نباشند باز اونا را غرب منابعشون را میبینند. مثلا در خلیج ببخشید دفعه من زیادم میشود مثلا در کشور خلیج سعودی امریکا ببینید 70 سال اینا را غرب تا خوب روابط داشتند با اون که دشمن اسرائیل بودن الان هم دشمن اسرائیل بودن کمک میکردن ولی به خاطر چی کار میکرد که منافع اقتصادیشون بود. اینا در افغانستان یک منافع داره غرب که منافع ژئوپلیتیک است و این منافع کوتاه مدتی که این گروه های توبیسی بسیار تشکر این هاست به خاطر از این یک کجار و مرید رابطه را ایجاد نکنه. اما بله در سیاست کلان در آمینه نظام تر میبینم نظام تر اسلامی بود دانک اسلامی بود تبلیغ بر اسلام کرد یک بینو ماهی مثلا اسلامی دور شد حالا که امارت خب با اون گفت یک 40 سال فاصله داره این روز یک نظام ایران 45 سال این نظام است نظام امارت یک تیب رو بارید در اون صورت با خط مشکل خود قدید داره این بباره در سیاست خارجی. ولی تا جایی که من ببینم دیگه یک مشکل دیگه امارات هم نیست که امارات متاسفانه هم کاری را میکنه که جوان مجاهدین میکنه. اگر اجازه بدید که من بره به تفصیل مثلا باز در تا اگه اشاره کنین که فرصت بمانه به میمان های دیگه هم ما بعد از اون بعد مثلا بعد باز شینه بگیرم کمی گپ سلسله قطع کنیم. بله مجاهدی که اول آمده بودن علی پینیستاوان تاریخ که آورد میخواست که سلسله بکنه یک اپنو باخن نمازمه تزدیم که روالی ما اول اما صلح کن فقط قبول نکن ما اینجا به ساده میدونیم ما غرب را رابطی بین الملل دست کم میگرفتیم بین شما رخصت کردن نجیب قرار کرد در میدان وانسکریشن بندی شد اونی سرنمی ما اون رسیم امارات تو فکر میکنه که ما به همی خشکی یا به همی نظری که مثلا مطلقگیری های سیاه سفید جمعی چیده که ما میگم حق باید تطبیق شود حق برای تطبیق شکمت دارد از ضرورات و توبیح و معذورات یک قاعده اصولی است در اصول فقه ایناست که در آشینی سر میفهمم
حال در ضرورت آدم یکام گوش خنزیر یکام حلال می شود، گوش خنزیر حلال می شود، او را بان مکرو یک چیزی که مثلا مسئله اختلافی است حلال می شود، تنه می زنه مسئله اختلافی است. فقه متأخر یعنی در حاشیه عیمی نوشته که من انسان مثلا کتاب دیار نگیره، یک حاشیه یک گفت ولد اصل اصول یک مسئله متفق علیه است که تعلیم انسان ضروری است. پس به خاطر امارت فعلا قسم فکر می کرد که جوال مجاهدین فکر می کرد به یک قسم دوام مشکل است، امارت در نشه تشکر خلق است فکر می کرد انسان دوام بیاره، این را باور تا شوکی به چنان مفتضحانه چنان بدبختانه چنان متاسفانه این نظام سقوط کنه به یک قسمی که بسیار تشکر به این قول امارت روابط بین دوال است، این قدرت ها را این تأثیر این سایه را دست کم نگیرد. تشکر میکنم، ممنون، بسیار تشکر، ممنون. تون آقای هاشمی، اراده وجود داره یا تعلل میشه؟ مثلا اگر ساختن یک چارچوب برای برگشت دختران و مکتب قدر وقت زمان زیاد را بگیره، تعریف آن چی به عنوان نظام، به عنوان شاخصهای حکومتداری مدرس، فاکتورهای اساسی حکومت زمان زیادتر را خواهد گرفت آن چی که آقای غیاثی هم میگه؟ به نظر من اینطور است که همین من مثل که در اول گفتم در افغانستان یک نظام فاسد زیر پیکر اشغال تا 20 سال یک شکل مافیایی مفسدی زندگی میکردن، ساختار دولت سازی رو در افغانستان کار نکردن. لذا به نظر من ما چون که در داخل وجود داریم، در داخل میبینیم، بر از اینکه یک نظام ایجا ساخته شوه، یک ساختاری باشه، یک دولت باشه، کار میشه. ایجا افغانستان اینطور یک مثال داره مثل که تا 40 سال 50 سال مردم آماده باشه همراه بلدوزر یک کلان چه قریر جور کرده باشه، و حال امکانات دولت افغانستان قدر کم است که با بیل که در یک چقوری هرچی قدر میندازه نمای نمیده. و حال مسائل اقتصادی مثلا ما در اولین روزهای سقوط جمهوریت نامه که نام گذاشته بودن اونا و خروج شوروی و خروج اشغالگرا از افغانستان، یک نوع ما داشتیم که اینجا باید امنیت گرفته می شد، امنیت تامین شد الحمدلله. اینجا کار مثلا علیه فساد مبارزه جریان داشت که الحمدلله روی فساد 90% گرفته شد. اگر این فساد اداری بود، اگر این فساد مالی بود، اگر این فساد اخلاقی بود، جلوی از اینا گرفته شد. امنیت افغانستان الحمدلله راسته شد، ولی در این ارگان‌های امنیتی که وزارت دفاع است، وزارت داخله است، وزارت مثلا ریاست استخبارات است، اینا کار میکنن که مسائل امنیتی را در افغانستان بتانن یک اردوی منظم داشته باشن کار برش بکنن. آمدیم در مسائل اقتصادی خود ما میبینیم مثلا کمیسیون اقتصادی که چقدر کار اینا میکنن با امکانات کمی که زیر دست خود داره، به نظر من که افغانستان انشاءالله به یک جای میرسه. لحاظ امریکا و غرب هم منابع مالی افغانستان را منجمد از این خاطر ساختن که افغانستان زیاد به سرعت میتونه بله. که جلو برود. بس نتیجه بسیار مهم است در بحث همین موضوع آموزش، چون ظاهرا مورد بحث همی است همیشه وقت و مورد انتقاد هم همی است. مثلا اگر کار به شکل جدیش جریان داشته باشه، چون همه چیز تعریف شده است در قرآن، در اسلام آمده، اگر بخواین یک چارچوب بسازه، مثلا استاد ما داریم، مکتب ما داریم، نصاب آماده است، اگر مشکل داشت میشه ممکن بعضیاش حذف شود، ولی زنان بر بگرده به آموزش، وقت زیاد را نگیره. به نظر من که چقدر دیدیم دائما مسئولین امارت اسلامی افغانستان حتی در وقت جهاد یا در چی سابقه در مسائل، یعنی در هیچ مسائل دروغ نمیگن، یعنی اینا در این شک نیست که نیت زیاد خوب برشان وجود داره در همه مسائل، نه تنها این موضوع، حتی مسائل دیگه، مسائل کار، مسائل تعلیم، مسائلی که در سیستم یک دولتداری است، یک نیت خوب وجود داره و کار برش میکنن. مشکلی است که اینجا مثلا ما اگر میبینیم امارت در طی 20 سال که زیر مبارزه جهاد اینا کار میکردن، یک مجبوریتی بود که زیاد با میدیا خود رفلکت نمیداد، مردم مثلا عکس و این چیزا رو نمیگرفتن از خاطر مسائل امنیتی. لذا حالی برای میدیا شاید اونقدر توجه نشده باشه. به نظر من اگر میدیا به اون شکلی که در سابق پروپاگاندا کار میکردن و حالی واقعتا کار بکنن، اون مسائلی که در افغانستان مثلا دولت کنونی کار میکنه سرش، اونا را به صحیح معنا رفلکت بده در میدیا، به نظر من کارهای افغانستان الحمدلله زیاد به خوب روان است. اما ای که ولی ظلم و ستم دیگه در لوطه است، ما گفتم که اونا اسباب خود برای خود دارن که نمیتونن که یک نظام اسلامی را در ساختار جهان قبول بکنن. ولی نتیجه مشخص میباشه آقای هاشمی، چیزی که مثلا کار شده بیرون داده میشه نتیجهش. مثلا اگر در مورد آموزش کار شده باشه، چارچوب آماده شده باشه، خود دخترها باید بره به مکتب مثلا دو سال، چقدر ما کم وقت است برای چارچوب؟ من خودم به نظر من تا او وقت را انتظار میشم مگر اینا اعلان بکنن که بالکل نمیشه. چرا برای ما که تا اعلان شده گفته که ما به ساختارش کار میکنیم،
به اساس همزو کار ما میخواهیم که یک مکانیزم اسلامی برشان جور کنیم و مو چوکات ما تعلیم باز کنیم. اگر تا او وقت را که اینا اگر ای تو اعلان نکنه که نه تعلیم بالکل بند است، خلاص خواهران ما درس نمیخوانه، باز در او وقت ما میتونیم که سر از ای تو صحبت بکنیم که والا این کار اینا نکردن. اما ای که با خودشان بار بار گفته مسئولینشان اعلان میکنه مسائل میگن که ما این کار را میکنیم، پس ما باید انتظار بکنیم بر از اونا که اینا مکانیزم خود آماده بکنن. درست و حق دارن که حداقل مردم انتظار بمونن. اینطور است که افغانستان گوش کو، امکاناتی که در افغانستان حال ما برات میگم، نه ما اگر همین تعلیم را شروع بکنیم، ما در تمامی کشور افغانستان ما در هیچ جای قدر قدرت نداریم به جز کابل و بعضی شهرها. خب حداقل جایی که داریم خود گوش کو تو خالد، حال موضوع را به صورت عموم که وقتی مردم صحبت میکنه میگه حقوق زن، تعلیم زن. بله. باز چهار تعلیم میده، چهار حقوق میده، صدش پایمال میکنه. آیا او مناسب است؟ این مناسب نیست. ما اگر صحبت میکنیم باید به حقوق زن کامل افغانستان باید کار بکنیم. این تبعیض گفتمش آقای هاشمی. تبعیض شده. وقتی باز مردان درس میخوره دختران، نه این تبعیض گفته نمیشه. گوش کو و یک چیز را باید ما متفق بشیم. که ما در سابق امیر گفتیم، عالم میگیم که مشکل ما این است که ما احکام از اسلام از قرآن میگیریم که علم فرض است. اما نمونه شرق و غرب تطبیق میکنیم. ما هیچ وقت یک نظام اسلامی برای ما نشان بدن، برادر آقای قیاسی صاحب برای ما بگه که فلانی جای یک نظام محض اسلامی را تطبیق میکنه. این گرفته که العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. بله. وقتی میگه که در قرآن کریم میگه اقرا، پس سر مرد و زن فرض است. چیز وقتی که تطبیق میکنه، گوش کو، وقتی که تطبیق میکنه هیچ مسائل اسلامی را در نظر نمیگیره. مثلا در قرآن درس میخونه، مثلا موازی حجاب در نظر نمیگیره، موازی که بر از او خوارای ما ضرورت است اونا را برشان در نظام جایگزین نمیکنه، فقط موضوع تشکر. کسی شرق تطبیق میکنه، کسی غرب تطبیق میکنه. بسیار تشکر. ممنون آقای مسلم. سخت است، واقعا دشوار است، اگر تصمیم و اراده قوی وجود داشته باشه، هم برای رضایت مردم، هم برای خاموش ساختن جامعه بین الملل چارچوب ساخته شود اون چه اسلام میگه. اگر چه یک چیز ذهنی واری هم باشه و به گفته آقای هاشمی یک سیستم اسلامی واقعیش در جهان وجود نداشته باشه و کسی هم هنوز نمیدونه. دست یو عمل نده چې نو په افغانستان کې جديږي، یا ایواز افغانستان اسلامي ملک ده، یا ایواز افغان اسلام، یا د قرآني احکام په افغانستان کې حاکم دي یا حاکمیږي. دا یو جوړ شوی جدول لري، یو جوړ شوی چارچوب لري، یو جوړ شوی سیستم ده په اسلامي احکامو مطابق چې موږ کړی شو چې هغه صرف د کتاب نه نقل کو، دلته یو سیستم جوړ کو. دا د ډیر کم وخت کار ده، دومره وخت کار نه ده څومره چې ټالو خوړلو، ځکه اسلامي احکام واضح دي. اسلامي احکام د هر چا دپاره معلوم دی، هغه قرآن او حدیث، او موږ حنفي فقه صراحتن په دې کې ببونه لري، مستقیما په دې موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي، کتابونه علماو لیکلي دي، ډیر کار پې شوی ده. صرف هغې نه یو جدول جوړول پکار دی، یو سیستم، یو میکانیزم جوړول پکار دی. چې میکانیزم جوړول دومره سخت کار نه ده، ځکه دلته وخت موږ لرو. کولای شو چې علاقان د سهار درس ووایي، انجونې د ماسپښین درس ووایي. کولای شو موږ مکتبونه ورته کم او زیات کړو. مثال په یو کلي یا په یو ولسوالۍ کې لس مکتبونه د پنځه د انجونو دپاره کړو، یا درې د انجونو دپاره کړو، او د پنځه شپږ اووه د علاقانو دپاره کړو. دا دومره ګران سیستم نه ده څومره چې وخت ونیولو باید ویم نه نیسي، ځکه دغه سره کرخه ده د نړیوالو دپاره هم سره کرخه ګرځېدلې ده، د ولس دپاره هم سره کرخه ګرځېدلې ده، د خبریال دپاره هم سره کرخه ګرځېدلې ده. چې په هر بحث کې هر موضوع باندې بحث وي، د انجونو موضوع به حتما کې مطرح کیږي. امارت اسلامي باید د دې اوږدې نه نوره ځان وباسي، او ولس ته په دې رضایت ورکړي چې په دغه برخه موږ دغه کار وکړو، او دغه تاسو حق و موږ تر پوره کړو. دویم، موږ نه غواړو چې نوره وروسته لکه څنګه چې هاشمي صاحب اشاره ورته وکړه، موږ نور نه غواړو چې درې کاله څلور کاله امنیت ولرو، وروسته بیا په میلیونونو جنازې لې موږ ووځي. موږ له امارت اسلامي دا غواړو چې داسې یو نظام جوړ کړي چې د امن برقرار شي، د امن وساتل شي، د امن دوامداره شي. نه دا چې دغه دوه درې کاله امن وي، څلور پنځه کاله بعد بیا په سلګونو په زرګونو جنازې روانې وي. بسیار تشکر آقای قاضی اسلام الله مسلم، آگاه مسائل سیاسی، آقای سید ذکر الله هاشمی، آگاه سیاسی، و آقای دکتر میرویس قیاسی، آگاه روابط بین الملل. از حضور هستم مهمان گرامی و از شما بیننده ها که بیننده محور بودین. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. شب بخیر.